با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان جمعه دیگر و دفتر دیگری از صفحه یک در آخر هفته با جستاری بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها همراه با گزیده های از گزارش ها و یادداشت های منتشر در رسانه ها و منابع مختلف خبری نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب جمعه هشتم آبان ماه ایرانی تهاجم جنگی مرگبار با جدیدترین حمله راکتی به مقر سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق با دهها کشته و مجروح زمزمه هایی از خبرگزاری رویترز مبنی بر نشانه هایی از رضایت جمهوری اسلامی بر انتقال قدرت بشار اسد از ریاست جمهوری به عنوان گامی در حل مشکلات این کشور بحران زده افزایش بحران های زیست محیطی ایران با رگبار بار باران مرگبار بار اسیدی در خوزستان با بیش از سه هزار آسیب دیده و یک کشته ماجراهایی تازه از جزئیات پرونده بابک زنجانی بسیجی اقتصادی محبوس در زندان برآمده در عهد احمدی نژادی و رویدادهایی چند از عرصه پناهجویی و انتخابات ایران اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه هشتم آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین خبرها مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و برگزیده از ایران منطقه و جهان حمله با کاتیوشا و راکت به مقر سازمان مجاهدین خلق ایران سازمان مخالف و ناراضی و نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی در عراق مرتوجه بسیاری از های جهانی واقع شد در این حمله که گویا بیش از 20 کشته بر جای گذاشت در میان کشته شدگان فرماندهان ارشد این سازمان نیز به چشم میخورند بر اساس گزارش رسانه های خبری در این حمله راکتی به اردوگاه آزادی یا لیبرتی محل استقرار شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق چندین نفر از اعضای این سازمان به همراه تعدادی سربازان اراقی کشته شدند سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد 23 نفر از اعضایش از جمله یک فرمانده ارشد این سازمان در این حمله کشته شدند و شماری دیگر زخمی شدند مقام های عراقی نیز از کشته شدن دست کم سه سرباز این کشور در حمله به اردوگاه لیبرتی خبر دادند و گفتند که 16 سرباز اراقی در اثر شلیک این راکت ها زخمی شدند سازمان مجاهدین خلق میگوید حسین ابریشمچی از مسئولان عالی رتبه این سازمان هم در میان کشته شدگان در این حمله راکتی است در همین حال فرماندهی عملیات بغداد تایید کرد که اردوگاه آزادی شامگاه پنجشنبه هدف حمله 15 راکت کاتیوشا قرار گرفته است لازم به توضیح است که تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است ساکنان اردوگاه آزادی یا لیبرتی اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که از سال 2012 از اردوگاه اشرف به این مکان منتقل شدند بر اساس توافقی که بین دولت عراق و مقام های سازمان مجاهدین خلق در سال 2011 میلادی منعقد شد قرار گردید که اعضای این سازمان به تدریج از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل شوند و از آنجا مقدمات انتقالشان به دیگر کشورها فراهم شود که گویا تعداد بیشماری از آنان همینک در برخی از کشورهای اروپای شرقی سکنا گزیدند. و اما واکنش های منطقی و فرامنطقی به این حمله که از سوی بلند ترین مقام وزارت خارجه آمریکا بیانیه ای صادر شد در این راستا جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای حمله به اردوگاه آزادی را یک حمله تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. آقای کری در بیانیه خود گفته است که در تماس با مقام های اراقی از آنها خواسته است که به تعهدات خود در توافقنامه سال 2011 با سازمان ملل پایبند باشند و ضمن تشدید تدابیر امنیتی عاملان این حادثه را شناسایی کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که دولتش به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک خواهد کرد تا ساکنان این اردوگاه را به مکانی امن در خارج عراق منتقل کنند. در ادامه همین واکنش ها از سوی مقامات منطقه‌ای فرامنطقه‌ای و جهانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در واکنش به این خبر حمله راکتی به اردوگاه مجاهدین خلق را محکوم کرد این کمیساریا در بیانیه خود گفته است که 2200 نفر در اردوگاه آزادی به سر می‌برند که این نهاد وابسته به سازمان ملل نگران آنهاست در ادامه اظهار نظرها و واکنش ها مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این حمله از دولت عراق و سازمان ملل که در سال 2011 توافق نامی برای انتقال اعضای این سازمان امضا کرده اند خواست که نسبت به این حادثه پاسخگو باشند او دولت ایران را مسئول این حملات دانسته و گفته است که ایالات متحده و سازمان ملل از این موضوع آگاه هستند خبرها را از عراق و مقر بمب خورده لیبرتی گامی به نزدیک مرزهای ایران میبریم با آخرین آمار مجروحان باران اسیدی در استان خوزستان ایران بر اساس گزارش های منتشر در پایگاه های خبری ایران و همینطور سامان های سایبری در استان خوزستان مقام های محلی اعلام کردن در پی بارش باران اسیدی در این استان در جنوب ایران بیش از سه هزار شهروند آسیب دیده اند. از جمله در این راستا یکی از مقامات استانی ایرج نظری معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته است 3090 نفر در استان خوزستان به دلیل مشکل تنفسی ناشی از بارش باران اسیدی به بیمارستان های این استان مراجعه کردند به گزارش خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اغلب این عده به طور سرپایی درمان شدند ولی بیش از 100 نفر پس از مدتی از بیمارستان مرخص شدند برخی منابع خبری دیگری نیز اشاره کردند که از این عده بیش از 50 نفر مشکلات حاد تنفسی داشتند در عین حال برخی رسانه های محلی دیگر از مرگ دست کم یک نفر بر اثر این مشکلات تنفسی خبر دادهاند. در همین حال حمید آرتی رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفته است که پنج نفر نیز به دلیل مشکل تنفسی در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری شده اند و به کمک دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشن. استان خوزستان در جنوب غربی ایران پنجمین استان پرجمعیت کشور است و عمده میدانهای فعال نفتی و گازی ایران نیز در آن قرار دارد که میتواند یکی از عوامل اصلی بحرانهای های زیست محیطی و آلودگی های هوا باشد در سالهای گذشته نیز نخستین بارندگی های فصل پاییز باعث بروز مشکلات تنفسی برای شمار زیادی از شهروندان خوزستان شده بود از جمله دو سال پیش در همین روزها با بارش باران اسیدی بیش از 18 هزار نفر راهی بیمارستان ها شده بودند لازم به توضیح است که به استهزار بینندگان عزیز برسانیم سال 92 در گزارشی که بر اساس آمار نهادهای جهانی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز آلوده ترین شهر جهان شمارده شده بود کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با برگزیده خبرهای از ایران منطقه و جهان مجددا به خبرهای منطقه ای باز می گردیم با تازههایی از سوریه و بازار داغ گمانه های سیاسی از سرنوشت احتمالی خودکامه سوری یعنی بشار اسد با تازه ترین گزارش ها از خبرگزاری رویترز در حالی که ریاض یعنی عربستان به ایران گفته که در صورت پذیرش چگونگی رفتن بشار اسد امکان حضور در نشست وین را خواهد داشت خبرهایی حکایت دارد که جمهوری اسلامی آخر الامر در رفتن بشار اسد را نشان داد در این میان خبرگزاری رویترز از قولی که از مقامات ارشد در خاور میانه که گفته شده موازه جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه را رسد می کند و آگاهی دارد به نقل از این مقام نقل شده که نشانه های دال بر احتمال توافق ایران برای انتقال قدرت در دمشق در پی یک دوره شش ماهه وجود دارد مقام طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز اشاره کرد تهران ممکن است توافق کند در پی دوره ای شش ماهه در سوریه انتخاباتی برگزار شده و سرنوشت بشار اسد مشخص شود این سخنان درست در زمان گرد همایی وزرای خارجه کشورهایی مانند آمریکا، ایران، عربستان سعودی، روسیه و ترکیه در وین برای مذاکره در مورد بحران سوریه مطرح شده است قبل از گزارش رویترز در مورد احتمال توافق ایران با انتقال قدرت حسین امیر عبداللهیان مقام ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود تهران نمیخواهد بشار اسد را تا ابد در قدرت حفظ کند امیر عبداللهیان طی گفتگویی با روزنامه گاردین می گفت ما تلاش نمی کنیم که اسد به عنوان رئیس جمهوری برای همیشه در قدرت باقی بماند ولی ما در مورد نقشی که او در یک پارچگی ملی سوریه و مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند آگاهیم این در حالی است که مقامات سعودی در ریاض در تازه ترین موازه خود اعلام کردند تهران باید بر کناری اسد از قدرت را بپذیرد از آخرین تحولات در سرزمین شامات و سوریه بازگذاری به عربستان سعودی خواهیم داشت که گویی از سوی رویترز آمار تازه ای از جانباختگان حادثه منا اعلام شد خبرگزاری رویترز دیروز پنج شنبه اعلام کرد که برخلاف آمار ارائه شده توسط مقام های عربستان سعودی درباره تلفات حادثه منا بر اساس آمار جمعوری شده توسط این خبرگزاری دست کم 2070 نفر در این حادثه کشته شده اند. همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز نیز آگاهید در جریان اجرای بخشی از مناسک حج امسال در منا صدها زائر از ملیتهای مختلف زیر دست و پا کشته شدند. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که در این حادثه 769 نفر کشته و 934 زخمی شدند. رویترز اما میگوید آمار ارائه شده توسط این خبرگزاری بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامهای دولتی و مذهبی و گزارش های رسانه ای محلی ده ها کشوری که شهروندانشان در این حادثه کشته شده اند محاسبه شده است همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با تازه هایی از ایران منطقه و جهان خبرها را با رویداد دیگر از بحرانهای اقلیمی و فجایع زیست محیطی فضاینده در ایران پی میگیریم آمار کشته شدگان و ویرانی های بر جای مانده در سیل های اخیر در غرب ایران روبه فزونی است تا جایی که معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 1400 تن در سیل هشت استان ایران خبر داد و گفت که شش تن در جریان این حادثه کشته شده اند و یک تن کماکان مفقود است به گزارش خبرگزاری ایسنا حسین درویشی مقام هلال احمری ایران افزود به چهل شهر و شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بوی همدان، لورستان و خوزستان خساراتی وارد شده است. به گفته این مقام تن در استان لورستان و ستن دیگر در استان ایلام کشته شده اند. در این میان معاون عمرانی استانداری ایلام از آسیب دیدن 20 هزار واحد مسکونی و یک هزار خودرو در سیل شهرستان ایلام خبر داده است. گفته می شود بارش شدید باران تا روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت این در حالی است که در جریان وقوع سیلاب در سطح شهرستان کوهدشت هم اکنون راه ارتباطی 65 روستای این شهرستان به طور کامل تخریب شده است مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به قطع شبکه آبرسانی 50 روستای کوهدشت اعلام کرد هم شبکه برق رسانی 58 روستای کوهدشت قطع است با خبرهایی از استانهای مختلف ایران مروری بر خبرها را ادامه می دهیم بروز و ظهور جدال های پیشا انتخاباتی پس از اظهار نظر جدید هاشمی رفسنجانی مبنی بر در پیش بودن سرنوشت سازترین انتخابات ایران وارد فاز تازه از جدال های نوظهور در این کشور شد تا جایی که دفاتر استانی علی خامنه‌ای به نحوی و شکلی و شیوه ای را شروع کردند. در جستاری بر عرصه رسانه های سایبری سامانه اینترنتی امام جمعه مشهد در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که آمریکا جاسوسان جدید را از مجلس میگیرد احمد علم الحدا امام جمعه محشد گفت آمریکا دیگر جاسوس وارد نمی کند بلکه راه مزدورگیری دشمن از مجلس است امام جمعه مشهد ضمن حمله به جیسون رضاییان خبرنگار در بند روزنامه واشنگتن واشنگتن پست در زندان اوین ایران گفته است این را بدانید هیچ وقت آمریکا جاسوس وارد این کشور نمی کند چرا که مچ او را می گیرند و مانند قضیه جیسون رضاییان می شود که حاضرن چند نفر بدهند اما او را پس بگیرند و مسئولان امنیتی و قضایی ما راضی نمی شود. اما راه مزدورگیری دشمن از مجلس است چرا که وقتی نمایندهی به مجلس میآید در ریل نظام افتاده و از همان افراد وزیر و سفیر به وجود میآید. سایت رسمی امام جمعه مشهد گزارش داده است که احمد علم الهدا سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی اعضای بسیج اساتید و مسئولان دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه های مشهد با اشاره به اینکه راه به مجلس شورای اسلامی نه نماز نخان هستند و نه فاسق گفت اما زمینه فعلی زاویه آنها با رهبری است چرا که نقطه شاخص عداوت آمریکا به زمین این روحانی رهبری بوده و هر که با ایشان زاویه دارد بهترین نیرو برای مزدوری است احمد علم خطاب به اعضای مسئولان بسیج گفته است در این انتخابات به جای اینکه به جان هم بیفتیم و بر سر سرلیست ها بحث کنیم باید تلاش کنیم آدم زاویه دار با رهبری به مجلس نرود که گویا اشاره ای آشکار داشت به تیم هاشمی رفسنجانی و اظهارات مشخص ایشان در طول چند روز اخیر مروری بر خبرهای کوتاه از استانها را پی میگیریم با استانهای دیگر از جمله این بار خبری از اصفهان و یزد و شیراز و جنجالهای جک اسرای انگلیسی که نماینده خامنه ای در اصفهان را نیز به واکنش واداشت و به گونی گلایه کرد از تجمع شبه نظامیان بسیجی مصوم به دانشجویان انقلابی بر اساس گزارش تارنمای دیگربان یوسف تبایی تبا تبای نژاد نماینده خامنه ای در اصفهان خواستار راهنمایی آن دست از نیروهای موسوم به حزب الله شده که به سفر جک اسرا به ایران اعتراض کرده اند تبا نژاد گفته است تعدادی از دانشجویان ما از این ناراحت شدند که چرا یک مرد انگلیسی از اینجا رد شد یا چرا سفارت باز شد این جوانان را راهنمایی کنید ایشان افسوده بود ما که نمیتوانیم با دولت در ارتباط نباشیم ما بنا داریم در مقابل کسی که تنها زور میگوید بیستیم منظور به ایالات متحده احتمالا اشاره غیر مستقیم داشت همان گونه که در بخش مختلف خبری و رسانه گوناگون آگاهی یافتید جک اسرا وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در روزهای اخیر با سفر به ایران از چند شهر مرکزی ایران که گویا در ایام محرم نیز بوده بازدید کرده بود که سفر غیررسمی و اعلام نشده استرا با خشم گروهی از نیروهای موسوم به حزب الله مواجه شد و آنها با برگزاری تجمعاتی خواستار اخراج وی شده اند. از جک استرا که رابطه نزدیک با حسن روحانی دارد با عنوان یکی از لابی قدرتمند جمهوری اسلامی در بریتانیا به منظور رفع تحریم ها نیز نام برده می شود کاوش بر کرانه های بیکران شهر شبکه ها رو در وقت باقیمانده پی میگیریم با خبری دیگر از استانی دیگر در سامانه سایبری قزوین در طول هفته گذشته بر صدر موضوعات خبری نشسته بود که موضوع تجاوز به عنف گروهی از تبهکاران در مسیر گردشگری برخی از جوانان در واقع بر صدر رسانه ها جای گرفت که در اظهار موضعی مختلف در اشکال گوناگون نیز تکذیب شد و آخرالامر البته تا حدودی به طور نسبی تایید شد اما این بار خبری دیگر و متفاوت از قزوین که حتی از سوی واحد مرکزی خبر استانی نیز باستاب یافت ماجرای مرگ یک جوان 24 ساله قزوینی زیر علم کشیهای محرم بر اساس گزارش های منتشره یک جوان 24 ساله در ظهر آشورا به دلیل حمل علامت در خیابان سلامتگاه قزوین در اثر ایست قلبی در گزشت. در این راستا مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به واحد مرکزی خبر در این شهر گفت این جوان به دلیل حمل علامت دچار آرزه ایست شد و تلاش نیروهای های, های پزشکی برای احیای قلب او نتیجه ای نداشت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد کشیدن علامت گونه که شما هم میهنان عزیز آگاهید از جمله سنت های محرم در ایران است که پیش از این یک بار در سال 86 با ابلاغ نیروی انتظامی ممنوع شده بود اما این ممنوعیت پس از مدتی لغو شد و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های ایران فردا از جمله آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش های تدوینی در گروه خبری آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب تا شامگاه دوشنبه از محضر شما خوبان خداحافظی می کنم تا دفتر تازه ای از صفحه یک با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود